ربا میرے حال دا محرم تو آ مجھے پار لگا دے تو شنیدم خیلی دلتنگم شدی واسه همین فوراً اومدم چرت و پرت نگو من فقط واسه این صدات زدم که تو بیای و بیگناهیمو به همه ثابت کنی مردم راست میگن این دخترای خوشگل مغزشون کلن خالیه منظور چیه؟ منظورم اینه که من چرا واسه بیگناهی شهادت بدم چون تو خودت خوب میدونی که اون شب من توی خونه صدات نکردم تو با اجازه خودت اومدی تو و من وای الهی بمیرم که آش نخورده و دهن سوخته شدی ببین من به اندازه ای کافی مشکل دارم از چشم همه خانواده هم افتادم لطفاً به من کمک کن همینو میخوام بهت بفهمونم که واسه سرپا شدن به حمایت و آغوش من نیاز داری ببین کازم من بهت التماس میکنم لطفاً بیگناهی منو ثابت کن من هیچ خطایی مرتکب نشدم لطفاً بهت التماس میکنم ای وای تو داری چی کار میکنی؟ فاصله رو نگه دار این کارو نکن من ناراحت میشم باشه یه معامله میکنی تو به حرف من گوش کن منم جلوی همه بیگناهی تو اثبات میکنم چی؟ منظور چی؟ تو اونقدرم بچه نیستی که منظورم رو نفهمیده باشی خدا تو شکر کن که جای سر بود یه دفعه بعد این حرفتو تکرار کنی یه چای داغو روی اون صورت نحسید میپاشم حالید میشه فهمیدی؟ برای داغ کردن مغزم این چای سرد کافی بود عقل منو ببینین فراموش کرده بودم فرهان که شک نکرد نمیدونم مامان به بهونه حالت هوا از اتاق اومدم بیرون چند بار بهت گفتم این ماجرای بارداری رو تموم کن امروز دیدی چی کار شد دیگه باید یه کاری کنی مامان این ماجرای بارداری تموم بشه پس من میتونم داستان زندگی تارا رو تموم کنم این چه حالیه واسه خودت درست کردی؟ این نتیجه کارای اون تارا خانومه چای داغ و ریخ رو من ای وای ببین اون منحوس پسر منو سوزونده اما چرا؟ خب از بیرون اومدم اونم اونجا وایستاده بود بهش یه سلام دادم عصبانی شد و این کارو کرد تو غلط کردی سلام دادی بهت گفتم ازش دور بمون اما تو کجا حرف میشنوی؟ مگه چی کار کردم؟ زرین یه کاری میکنه من چی کار کنم؟ تو تارا رو واسه این کارش تنبیه میکنی ببین اگه دلت میخواد از دست تارا خلاص بشی باید جلوی آبجیم همه چیو به ضرر اون تموم کنی چطور مامان؟ الان بهت میگم برو پیش آبجی و اینو عملی کن برو باشو تو هم برو دیگه فقط تارا و تارا این زندگی رو به کاممون زهر کرده
خدا رو شکر بیدار شدی. من از نماز صبح بیدارم، چرا؟ چی شده؟ خب چی بهتون بگم؟ شما خودتون ببینی. چی رو باید ببینم؟ یه لحظه کاظم، بیا داخل. کاظم، کاظم این وقت صبح اومده اینجا چی کار؟ خاله، خودتون گفتیم بیاد و ببینین همین که اومده باش چی کار کرده؟ چرا وضع لباست اینطوریه؟ خاله، اون تارا خانم روش چایی داغ ریخته. اما چرا؟ چون تارا تهدیدش کرده که باید به نفع اون جلوی شما شهادت بده. اینم جواب نداده و روی داداشم چایی ریخته. جلوی خودتون وایساده، ازش بپرسی. تو به اون چی گفتی؟ خاله، من هیچ حرفی نزدم. اون بهم گفت که بیامو به شما بگم که اون شب من به خواست خودم وارد خونه شدم، اما من مخالفت کردم و بهش گفتم دروغ نمیگم. اونم چایی داغو ریخ روی لباسم و گفت که منو میکشه. خاله، شما شنیدین؟ نمیدونم تارا چرا اینطوری شده، چرا ما رو دشمن خودش فرض میکنه. یالا برو اون دختره رو صداش بزن، منم ببینم تو این خونه چه مسخره بازی را انداخته. برو. خاله، من برم. آره، برو برو، بیرون منتظر باش. خب تارا خانم، تو چرا روی کاظم چای ریختی؟ حرف خیلی زشتی به من زد. خاله دروغ میگه، برعکس خودش با هم حرف زد و حتی تهدیدم کرد که میکشدم. من اصلا تو رو تهدید نکردم، من که داشتم بهت التماس میکردم کاظم. اگه تو بی گناه باشی پس چه نیازی پیشش التماس کنی؟ میبینین آبجی، توی دل ما هیچ شکی نیست. همین که شما گفتین من کاظم رو صدا زدم، این بدبختم فوری خودش رو رسوند. میزنین تارا هم حرف بزنه یا نظرات خودتون رو بگین؟ آره، بهش فرصت میدم از خودش دفاع کنه، واسه همین همتون اینجا جمع کردم تا راستگو و دروغگو مشخص بشه. بگو، حرف بزن، اون شب چی شد؟ مادر جون، من توی خونه تنها بودم، بعدش از اتاق اومدم بیرون چون برقا رفته بود و بارون خیلی شدیدی میبارید. همین که بیرون اومدم دیدم کاظم جلوم واستاده، با حالت ترسیده رو بروش وایستادم. مادر جون با نیت شوم اومده بود خونه. که اینطور؟ پس هم هوا خراب بود هم نیت کاظم شوم بوده. یه چیزی به من بگو، اون چطور وارد خونه شده؟ از زیر در اومده یا از بالای در؟ زرین، تو ساکت باش، من با این دوتا حرف میزنم. تو همه ی حرفاتو زدی. الان تو بگو کاظم، چه اتفاقی افتاد؟ خاله، همه ی حرفایی که زد اشتباهه، در خونه همیشه از داخل قفله. خب خودتون فکر کنید اگه در قفل باشه من چطوری میتونم وارد بشم؟ مادرشون اون داره دروغ میگه. تو ساکت باش، اون وسط حرفت نپرید، نه؟ بذار حرفشو بزنه. بگو. خاله، آبجین به هم زنگ زده بود که برم بپرسم زنداداش داره چیزی لازم داره یا نه. خاله، من میخواستم از دم در برم، اما این منو دعوت کرد داخل و به زور. مادر جون اون داره دروغ میگه، مادر جون همچین اتفاقی نیفتاده، تو چرا دروغ میگی؟ خاله، شما دیدی واقعیت آشکار شد. منظورت چیه؟ اگه این بیگناه بود پس چرا فرار کرد؟ مثل کاظم همینجا میشست. خدایا، هزار مرتبه شکرت که من جلوی آبجیم رو سفیدم کرد. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. تو بدشانسی منی بخت، آدم ها تلاش میکنن از بدشانسی خلاص بشن، نه اینکه دلتنگش باشن. گیتی، اگه با هم باشیم این بدشانسی میتونه تبدیل به خوششانسی بشه. بچه گویم چورده من تو رو زنده نمیدونم.
تارا دیوونه شدی به خودت بیا. تارا دیوونه بازی در نیار. تارا دیوونه شدی. تارا تارا وای تارا بیا اینجا بشی ببینم. آخه تو عقلت رو از دست دادی؟ ببین چی کار کردی؟ تو فرمان رو زخمی کردی؟ آره؟ میخوای منم مثل خودت بیمه کنی؟ زرین بس کن دیگه. اگه اون سر عقل نیست تو هوشیار باش. نه خیر، دو سه تا سیلیه دیگه هم بهش بزن، بلکه عقلش سر جاش بیاد. توی ظرفی که غذا میخوره همون ظرف رو در آخر میشکنه. اگه چاقو جای دیگرش رو زخمی میکرد چی؟ آبجی، من که فکر میکنم هدفش یه چیز دیگه است. خاله نصرت، منم دن این کارو نکردم. خب اشتباهی یا دیوونه شدی؟ نه میخوای هممونو بکشی؟ اصلا شرم و حیایی داری یا نه؟ یا اونم تو قبرستون با شوهرت یه جا خاکش کردی؟ اول خواهرزادمو بکشتن دادی، حالا نه دنبال اینی که دومادمو بکشی؟ خواهش میکنم بس کنی، زیاد رفی نکنی. فرهان خیلی خون از دست داده. خاله لطفا درست پانسمانش کنی. باشه دختر. آبجی اینو یه کاریش بکنید قبل از اینکه به یکی دیگه آسیب بزنه. اینو از خونه بندازید بیرون. از اینجا برو بیرون. ساری محصر رسای خدا، حال و روزشو ببین. فرهان شما حال و روز خودتونو ببینین، خیلی خون از دست دادین. اما آبجی پاشین پیش دکتر میریم، اونا درمانش میکنن. نصفت لطفا یه لحظه ساکت باش، هرچی از دهنت بیرون میاد هی پشت سرم تکرار میکنه. داشته باشین خانم، خداوند خیلی بزرگه، اون همه چی رو درست میکنه. اگه همه چی میخواست درست بشه پس چرا آرمان مرد؟ من اینجوری مثل یه شی بیارزش لقمه راحت اینجور شکارای هوسباز نمیشدم. میفهمید چی میگم؟ خانم جلوی رضای خداوند چه کاری از دست ما برمیاد؟ آقا آرمان همینقدر عمر با خودش آورده بود و عمری که من با خودم آوردم اینجوری با گریه و ترس و استراب میگذره. انگار من یه زن بیوه نیستم، بلکه یه زامبی هستم که همه ازم میترسن و دور میشن، ازم فرار میکنن. من چرا مرکز توجه همه شدم؟ چرا همه منو خطا کار میدونن؟ اگه کاری هم نمی کنم بازم توجهی همه سمت منه. اونجوریه که من مجرم میشم، میدونی؟ نه منو بالای چوبه یه دار میبرن تا اعدام کنن و نه بیگناه. قبولم داره، من انگار توی خلای این بیوه بودن گم شدم. نه خیر خانم، لطفاً استراحت کنید، باز حالتون بد میشه. اونی که تقدیرش بد باشه اون حال بد براش هیچ فرقی نمی کنه. چو برو رانا، برو استراحت کن و این لامپا هم خاموش کن تا وقتی صدا نزدم توی اتاق نیا. چشم خانم. آره امشب 100%. آره میام دیگه. باشه همو میبینیم. باشه خب بعدم با حرف میزنم. عجله کن عجله کن سری. بده من همینقدر. بس این چه بیادبیه؟ این بیادبی نیست، دارم حساب میکنم و واسه اون نقشی که بازی کردم این پول خیلی کمه ها. در ضمن سعی کن جلو اینا کمتر ظاهر بشی. چرا؟ به خاطر فرهان میگم، اگه اون عصبانی بشه و باید بعد حرف بزنه چی؟ دوباره دعوا میشه. باشه بابا تو نگران نباش، میگی چند روز خودم باشم و یارم. در ضمن تا میتونی باید به جون من دعا کنی، تونستم نقشات کامل اجرا کنم دیگه. حالا پاشو برو. باشه بابا. خب دیگه هر امری بود بهم فقط دستور بده، تلفن من 24 ساعته روشنه. برو. باشه بابا. آدم مسخره، همه پولا رو برد. پسرم خیلی درد داری؟ وای آبجی زخم چاقوه دیگه، خب معلومه درد میکنه. اونقدر هم زخم بزرگی نیست، یه خراش کوچک و پانسمانش کردیم،
دکترم یه آمپول مسکن قوی به هم زد. نمیدونین چقدر خوب میتونین دروغ بگین. آدم وقتی یه زخم کوچک یا سطحی برمیداره خیلی دردش میگیره، اما تارا به شما حمله کردونم با چاقوی بزرگ. آبجی، برای این حتی از سارا میتونیم به پلیس شکایت کنیم. خدا نکنه دختر و عروس خانواده ما پاش به کلانتری برسه. پس آبجی همینجور بشینید و تماشا کنید که این دختر چه دست گلایی به آب میده. هیچی نمیشه. آدم ها تو عصبانیت و قهر اشتباهی خیلی چیزا میگن و خیلی کارا میکنن. باشه، اون عصبانی شد، خب داد و بیداد میکنه، اما نمیشه که چاقو برداره دستش رو شروع به کشتن بقیه بکنه. خاله، مامان درست میگه، حال ذهنی تارا روز به روز داره خرابتر میشه. میگم نمیشه که اون پیش خواهرش. به هیچ وجه. تا وقتی که نوام به دنیا نیومده تارا هیچ جایی نمیتونه بره. در ضمن خواهرش زندگیشو داره، شوهرش هم هست، خودشون هزار تا مشکل تو زندگیشون دارن، این چطور میتونه اونجا بره؟ ببینید آبجی، به خاطر این دختر شما هم درگیر هزار تا مشکل میشین. به نظرم دیگه باید بریم تا فرهان استراحت کنه. آره، منم همینو میخواستم بگم. پسرم، ما بازم به سر میزنیم. تو بخواب. مامان دیدین؟ هیچ کس حاضر نیست بر علیه اون چیزی بشنوه. به نظر میرسه از یه شیخ کاربلد تعویض گرفته و به فرهان آبجی خورونده. من اگه به جای آبجی بودم تو دو ثانی از موهاش میگرفتم و پرتش میکردم بیرون. این کارو باید من بکنم. به به، ماشاءالله آشوب به پا کرده و خودش خوابیده. چی شده خاله؟ این همه بلا سر فرهان آوردی، هنوزم چیزی باقی مونده که انجام ندی؟ زن داداش، من شرمنده تونم. من شرمنده بودن تو نمیخوام، من ازت انتقاممو میخوام. حتما انتقام میگیرم، این رفتارهای تو رو خیلی دیگه تحمل کردم. این یعنی چی؟ من بهت میگم، بریم. زن داداش برو بیرون. برو. شما دارین چی کار میکنی؟ هر روز به خاطر تو یه نمایش و آشوب تو این خونه داریم. از خونم برو بیرون، تو تو این خونه جایی نداری. زن داداش، اما من از اینجا کجا نیاز نیست مزون بازی در بیاری. با این کارایی که تو کردی از زرین ممنون باش، چون دلش برات میسوزه، وگرنه الان تو بازداشتگاه بودی. من اینجا نمیرم. از این خونه برو بیرون، گفتم برو بیرون. خدایا شکرت، خدایا شکرت که این یه خواب بود. اما اینا تارا را اینجوری از خونه بیرون نمیندازن تا وقتی بچه‌ش به دنیا نیومده. من چندین بار تلاش کردم به شوهر خواهرش این مسئله رو گوشزد کنم، اما اون خیلی پرروه، نمیخواد قبول کنه. اونو ولش کن، به اون اصلا امیدی هم نیست. ما باید یه کاری بکنیم. چی کار کنیم مامان؟ من فقط میخوام که تارا رو شوهر بدیم، اون یه جوری از این خونه برای همیشه بره. بذار من فکر کنم، این اونقدرام کار راحتی نیست. سخته، واسه همین از بیرون نمیشه کاری کرد. ما فقط یه راه برای خلاص شدن از اون داریم. چی؟ تو این مسئله سقط بچه تو یه جوری گردن تارا باید بندازی. چطوری گردنش بندازم؟ اوف، وای که تو خیلی احمقی، من الان بهت میگم. این اتفاقی که افتاد اصلا خوب نشد. من از تو انتظار همچین کاری احمقانه ای نداشتم تارا. تو هر روز داری منو ناامید میکنی. به آرمان قسم میخورم مادر جون، اون کاظم دروغ گفت و من نتونستم تحمل کنم، وگرنه من حتی فکرشم نمیکنم بتونم به کسی آسیب برسونم. همون جور تیری که از کمان رها بشه بر نمیگرده، همون جورم زمان از دست رفته بر نمیگرده. هرچی که هست اونو یه فرصت بده و اشتباهی ازت سر نزنه که به خاطرش من اینجا و آرمان اونجا اذیت و ناراحت بشه. همین، فقط میخواستم همینو بهت بگم.
تو چت شده تارا جان؟ چرا همچین کاری احمقانه‌ای میکنی؟ چی شده آبجی؟ اون جارید به من زنگ زده بود، تا گوشیو برداشتم شروع کرد اصلا یه حرفا و شکایتایی به هم کرده. من شاکه شدم، اون مغزم هنگ کرد. ببین تو یاورو میشناسی؟ اگه سر یه حرفی به گوشش برسه زندگی واسه من جهنم میکنه. زنده داشت سرین اون ظلمایی که به من شده بهتون نگفت؟ من نمیخوام بدونم اونجا چه اتفاقی افتاده یا قراره بیفته، اما من فقط اینو میدونم تارا، که تو داری برای خودت دردسر به وجود میاری. یه ذره سازگار شدن رو یاد بگیر. کی میخوای بزرگ شی دختر؟ اما من هیچ اشتباهی نکردم. برای زن بیوه حتی نفس پرسن رو صدا کشیدنم دردسره. مردم راحتش نمیذارن. ببین خواهرکم، اگه خدا بخواد تو پسر به دنیا بیاری، پس رابطت با اون خانواده مستحکم تر هم میشه. تا اون روز یه ذره صبور باش، انقدر سبکسر نباش. خواهرتو صبر میکنه، اما قبض گوشی یه پوندم بیشتر بیاد پس من میدونم. و تو آیا نکاح یه پیوند قوی آجاقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. یه عشق تم نہ کرنا یہ راگ ہی لگا ہے دفن خود کرے ہے پھر سوگ بھی منائے. یاور شما کی اومدی؟ همین الان اومدم و دیدم که چطور پولای من رو با این تلفن داری تو آتیش میندازی. رومی، من قبلنم بهت هشدار دادم از اون خواهر بیوه دور بمون، وگرنه بلای جون ما میشه. خب اون حالش خوب نیست، شرایط این روز داشتم خیلی خوب پیش نمیره، فقط واسه همین باهاش حرف زدم. الان زنگ زده بودم و دو ثانیه هم طول نکشید که شما اومدی. از شنیدن حال بدش خیلی ناراحت شدم، اما به خاطر بد شدن حال اون اینطور نشه که حال من بد بشه. دارم بهت میگم منو اذیت نکن، به خاطر کار و بارم همینجوری آشفتم. شما چرا نگران هستی؟ خدا همه چیو درست میکنه، ناراحت نباشی. نگرانم واسه این که فقط من نگران این چیزام. تو فقط به فکر اون خواهرتی، کار دیگه ازت بر نمیاد. برو واسه من یه قهوه بیار. باش. اینو ول کن، برو برام قهوه بیار. نمیدونم پشت سرم به کیا زنگ میزنه، الان میبینم. این همه تماس؟ کی این همه قبض تلفنو میده؟ من با تارا حرف زدم، اون دیگه همچین اشتباهی نمیکنه. خاله، اون همیشه واسمون دردسر درست میکنه، بعدش قول میده که انجام نمیده. اما بازم دختر، گفتم دیگه، من باهاش حرف زدم، دیگه این اتفاق نمیفته و تو همین پرونده رو ببند. چطوره پروندهش رو ببنده؟ این از صبوری ماست، خدا اونو به راه راست هدایت کنه. من که میگم بچهش دنیا اومد، شوهرش بدیم بره از اینجا، روزی نشه که سرمون از شرم نتونیم بلند کنیم. نه نصرتون همچین دختری نیست. باشه خاله، به گفته شما امروز باز هم من بزرگواری میکنم و میبخشمش، اما راستشو بگم یه دل شوره‌ای دارم. ببین دخترم، بخشش از بزرگان هست و من از این بابت خوشحالم که تو همیشه به حرفم احترام میذاری و منو درک میکنی. این چه حرفیه میزنیم خاله؟ شما بخواین این سرمو هم قطع میکنم و بهتون میدم. بخشیدن تاراکی اصلا چیز سختی نیست. خدا نکنه دخترم، خدا تو سایه سرتو همیشه سالم داشته باشه. ببینید آبجی، چه عروس مثل الماسی نصیبتون شده. مردم راست میگن که خون خود آدم یه چیز دیگه است. حالا اون تارا رو ببینید، ذره ای هم مراد نمی کنه، چون غریبه است دیگه، غریبه. خب دیگه الان وقت نماز مغربه، باید نمازم رو بخونم، میرم وضو بگیرم. موسیقی
گرسنه رو صدا کشیدنم درد سره. مردم راحتش نمیذارن. ببین خواهرکم، اگه خدا بخواد تو پسر به دنیا بیاری، پس رابطت با اون خانواده مستحکم تر هم میشه. تا اون روز یه ذره صبور باش، انقدر سبکسر نباش. آخه چقدر صبور باشم؟ واسه چه چیزایی باید صبور باشم؟ شوهرمو از دست دادم، اتاقم و زندگیم و رنگ رو از روی زندگیم دور کردم. حتی الانم دست روی آبرو عزتم گذاشتم. اما تو که همه چی رو میبینی خدای من، فقط تویی که میتونی به فریاد من برسی. ای بابا، شما چرا پا شدین؟ منو صدا میزدین. اونقدر هم حالم بد نیست دیگه. ممکنه سرتون گیج بره، داروهاتونو خوردین؟ آره پسرم، سر این کاملا درست میگه. زیاد از جا تکون نخور، زخم تازه است، ممکنه که یه وقت سر باز کنه. عمیق نباریده، یه خراش کوچک برداشته، اینم میخوام بردارم. نه خیر، چرا باندجو باز میکنی؟ برای خوب شدنش لازمه فرهان. زرین چرا این زخمو بزرگش میکنی؟ دارم میگم یه خراش کوچیکه، باورت نمیشه الان میبینی. هرچی هست زخممو باید احتیاط کنید. من برای این کارو وقت ندارم، فردا به اسلام آباد پرواز دارم، باید آماده بشم. پسرم واسه چه کاری میری؟ خاله، واسه خودم یه پروژه گرفتم، واسه همین باید تو جلسه شرکت کنم. ماشاءالله ماشاءالله، انشالله که موفق باشی، هر دوتاتون خوشبخت باشین. خب زرین، من دیگه میرم، فردا بازم بهتون سر میزنم. بدرقتون میکنم. خب پسرم، مراقب خودت باش. من بیشتر از قبل نگرانت شدم، تو هم مراقب باش. آب خوردنیم تموم شد، شبنمم نیست که، وگرنه اونو میفرستادم بره. این شماره کیه؟ سلام عزیزم، چطوری؟ به نظرم شما اشتباه تماس گرفتید آقا. دختر، تو نشناختی من کیم؟ نه؟ کاظمم دیگه، عاشق تو. تو؟ آدم پس فطرت؟ خدا لعنتت کنه عباسی. دختر از این حرفای آهانفری نزن. سر صبح حالمو گرفتی، اعصابم هم خورد کردی. با خودت نگفتی ممکنه بهم صدمه بزنی؟ اگه میتونستم نه، اون شاق رو توی قلبت برو میکردم. برای رسیدن به قلبم روش های دیگه هم هست، خودت میدونی، یا من بهت بگم؟ اینقدر چرت و پرت نگو. مگه من چه بدی در حقت کردم؟ چرا منو راحتم نمیذاری؟ وای عزیزم، تو فکرشم نمیتونی بکنی که چقدر خوشگلی. من که هیچی، هر کس ببینتت دیوونت میشه. خجالت بکش، تو هم یه خواهر داری. خواهر دارم اما زن ندارم. با من ازدواج میکنی؟ تو خودت بی نهایت عوضی هستی و فوش نه، فوش بدی باید حسابشم پس بدی، و خودت میدونی توی حساب کتاب چقدر ضعیفی. یه ذره مراعات کن عزیزم. من به داداش فرهان میگم. اون جلوی ما هیچی نیست. مگه کی با هم دسته؟ همونی که کنارته، توی همون خونه. خب من بعد مد زنگ میزنم فعلا. وای مامان، تو که بازم دیر کردی. پسر تو که داشتی با گوشی حرف میزدی، امروزمون الکی هدر رفت. مامان خداتون رو شکر کنین چاقو رو تو شکمم فرو نکرد، به خاطر آبجی کم بود بمیرم. چه مزخرفی میگه؟ خدا بهت عمر طولانی بده، خدا زودتر بچم از شر اون تارا خلاص کنه. برو دیگه، چرا نشستی پسر؟ خدایا من چی کار کنم؟
چطور از این درد سر خودمو خلاص کنم؟ توی این خونه هیچکی حاضر نیست که حرفمو گوش کنه. خدایا به من کمک کن لطفا. واقعا جلسه است یا برای دور بودن از منه؟ زرین توی اتاق بیهوش افتاده. زرین دخترم، زرین شبنم زنداداش چش شده، کجا بردنش؟ تو مطمئنی؟ مطمئنی به اون قرص سردرد دادی؟ زرین از دهان مرگ دوباره برگشت، بچهاشو نتونستن نجات بدن. فرمان این نمایشتو تموم کن، حمایتتون رو نشون بدید، لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه.